خب خدا رو شکر خوشحالم امروز میتونم این افتخار رو داشته باشم با شما وارد کلام خدا بشم بیاید در ابتدا با هم بیستیم و دعا بکنیم خداوند به کلام تو نزدیک میشیم این کلامی که قوم تو رو برای قرنها خوراک داده و هنوز خوراک های زیادی داره که برای دل و جان ما استفاده کنیم امروز گرسنه و تشنه میایم به حضور تو خم از تو دریافت کنیم ای خداوند این کلام نه فقط یه چیز خوبی باشه که بشنویم خوشحال بشیم بریم خداوند واقعا اگر این کلام تاثیر نمیذاره و ما را عوض نمیکنه اجازه بده که اصلا از دهان من صادر نشه بلکه کلامی رو بر زبان من قرار بده که قرار زندگی های قوم تو رو جهت بده همونطور که در طول تاریخ کار کلام تو این بوده پس امروز به تو نزدیک میشیم از تو می طلبیم که ما رو تقویت کنی برای شنیدن برای اینکه زمین نیکو باشیم برای اینکه بذرها در ما ریشه بدونن، نماف کنن درختان بزرگ بشن و ثمر بیارن پس به نام عیسی مسیح در قوت روح القدس و اراده تو پدر با شکر گذاری دعا میکنیم کنیم آمین بفرمایید بشینید <applause> بریم با هم دیگه به متن اصلیمون نگاه بکنیم میخوایم بریم سراغ کتاب خروج خروج با آشوری چی میشه؟ اگزدس همونی که شما گفتید نبیه خب خروج بریم سراغ کتاب خروج باب سه میخوایم با همدیگه نگاه بکنیم صحبت صحبت موسا هست که در واقع داستان موسا رو میدونید چطور قرار او کشته بشه تب... توسط فرعون مثل تمام پسران دیگر و بعد پسران ابرانی و بعد نجات پیدا میکنه نجات پیدا میکنه ولی در کجا رشد میکنه در قصر فرعون پس موسا با چگونگی آداب و رسوم و باورهای مصر آشناست تا سنین خیلی بالایی میتونه این تجربه هایی رو که کسب کرده در واقع بشناسه با فرائنه شاید وارد این تجربه های پرستشی بشه و و و تا بالاخره به یه جایی میرسه که خشم قوم در واقع فرعون رو نمیتونه مصری ها رو تحمل بکنه و بعد یک به اصطلاح ابرانی که بهش خشم شده بود برای دفاع از او یک مصری رو میکشه و فرار میکنه خب ما توی داستان خروج باب سه هستیم موسی ازدواج کرده پدر زنی به نام یترون داره با به ساعت یک تا چهار من اول اینو میخونم برای مقدمه صحبتمون بعد با هم دیگه میریم جلو اما موسا گله پدر خود یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به هوریب که کوه خدا باشد آمد و فرشته خدا در شعله آتش از میان بوته بوتهی بروی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی شود و موسا گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود چون خداوند دید که برای در واقع دیدن ما بدان سو می شود خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت ای موسا ای موسا و موسا میگه لبک خب موسا داره شبانی میکنه گله پدرزنش رو درسته؟ چند نفر تو کار پدرزنشون هستن؟ کمک میکنن به پدرزنشون؟ <applause> زیاد نیستن ها؟ موسا داره گله پدرزنش رو میبره. توی بحث شبانی یا گلهداری یک اصایی یا یک چوب دستی به این شکل داره من با رفته بودیم یک پارک تفریحی بعد اینو دیدم خوشم اومد یه دفعه یاد موعظه‌ای که می‌خواستم اونجا مسابقه کنم دیدم اینو گرفتم ولی خیلی جالب بود چون یه چیزایی من با این چوب دستی که اون چند سال را رفتم یاد گرفتم که یه خود شاید به این مد کمک بکنه که باهم تر بشی چون متاسفانه خیلی فکر نکرده بودم با کفشای ورزشی نرفته بودم با کفشای الان رسمی‌تر رفته بودم و این کفشا خیلی کمک نمی‌کنه که شما راحت راه برید و دیگه پاهم داشت درد میگرفت ولی وقتی که با این چوب دستی میرفتم و فشار بدنم رو روی می آوردم یواش یواش درد زیر پای من کمتر شد و خودم فکر کردم شاید اون موقعم چوبانان که خب اینجوری مثلا کفشای لایه لایه خیلی نرم نداشتن یکی از کارهایی که این چوب دستی می کرد همین بود که اونا میتونستن وزن خودشون رو رویم بیارن و از تپه ها بالا برن و پایین بیان پس یه چند ساعتی رو مثل موسی زندگی کردم که بتونم به این متن وارد بشم با هم دیگه عمیقتر نگاه بکنیم نکته که تو این بخش میخوام بهش اشاره بکنم تو این متن که متن اصلی صحبت هم نیست بلکه پیش زمینه که موسا درگیر زندگی شخصیش فقط نیست موسی از زمانی که توی قوم توی قصر فرعون بود درگیر خودش فقط نبود نه برای حمایت از یه ابرانی میره و وارد دعوا میشه درسته؟ موسا کسیه که ورای چارچوب زندگی خودش فکر میکنه اگه یه چیزی رو میبینه ورای اون که متفاوته و عجیبه میخواد بدونه اون چیه و چه خبره اونجا ما تو دنیای زندگی میکنیم که برخلاف این به ما یاد میده میگه تو فقط به زندگی خودت فکر کن خودت چیکار چی داری چه چی آتیشیه دنبال درد سر میگردی همین گلت و وردار شبانی تو بکن سنت هم که بالاست دیگه درگیر این چیزا خودت نکن نه و خیلی وقتا صدایی که ما از دنیا میشنویم همینه اینقدر دنبال مسائل خارج از زندگی شخصیت نباش فقط رشد کن پول در بیار ازدواج کن بچه داشته باش خودت و خودت و خانوادت ولی موسی ورای این میره و خیلی جالبه چون خدا وقتی که با موسا صحبت میکنه خب موسا که نمیدونه این کسی که از بودیاتش با صحبت میکنه کیه نه؟ وقتی که خدا با موسا صحبت میکنه چی میگه؟ میگه ندا داد و گفت ای موسا ای موسا. یعنی من که دارم تو رو خطاب میکنم تو رو میشناسم مثل امروز نبود که طرف مثلا اکسش رو بندازی تو گوگل یه دفعه پروفایلش بیاد بالا بگه چی کار است چند تا دوست فیسبوک داره تو اینستاگرام چند تا ویور داره فالوور داره اینطوری نبود و وقتی این صدا میاد به سمت موسا برای موسا شاید این داستان صحبت با این صدایی که داره میاد این بوتهی که در آتش ولی نمیسوزه جذابتر میشه و حالا موسا وارد یک گفتگویی خواهد شد با خدا من بقیه باب سه رو رها خواهم کرد چون صحبتمون خیلی طولانی میشه میخوام بقیه داستان رو که حالا این پیش زمینه رو داریم بریم از باب چهار خروج آیات یک تا هفت دنبال بکنیم که متن اصلیمون در واقع اینجاست خب توی خروج باب چهار آیات یک تا هفت خدا با موسا در ادامه گفتگوی خودش قرار میگیره و در ادامه این گفتگو موسا به خدا جواب میده و میگه همانا اگه من برم به قوم اسرائیل و بگم که تو منو فرستادی یهوه اونا باور نمیکنن اولا که من زدم یکی کشتم فرار کردم درسته خیلی آدم متشخص و قابل اطمینانی به نظر نمیام دوم من من سالهاست برنگشتم و با قوم نبودم پس اینم خیلی کمکی نمیکنه سوم من من شاهزاده مصر بودم <تصحیح> اصلا هر کاریش بکنی قوم هیچ جوره نمیتونه منو باور بکنه نه به نظر یک صحبت منطقی میاد ولی پشت این صحبت منطقی موسی داره یه چالشی داره برای اینکه بپذیره کاری را که خدا از اون میخواد بکنه رفتن پیش مصره براش سخته بخواد بره پیش فرعون و با فرعون بزرگ در بیفته نه؟ خیلی وقتا ما تو زندگیمون فکر میکنیم به خدا به شبان به خادمینمون داریم جوابای منطقی میدیم و منطقی هم به نظر میاد ولی اگه دلمون رو تفتیش کنیم میبینیم نه خیلی هم منطقی نیست داستانش منطق نیست داستانش که من واقعا دلم نمیخواد این کارو رو بکنم من واقعا مثل یونس دلم نمیخواد بلندشم برم حالا به این قوم آشور بشارت بدم نه؟ و این زدیت در ما به ضد خدا به ضد کلیسا به ضد شبانی به ضد تابت او همه جا تو کلام خدا دیده میشه تو عهد جدید تو عهد عتیق تو خادمین بزرگ خیلی وقتا خادمین کلیسا شبان کلیسا مثلا میاد میگه آقا این کار باید به این شکل انجام بشه نه نه اون متوجه نیست اون چیزی که من میدونم درسته شبان از کجا میدونه یا شبان میگه آقا این کارو نکنید من به شما میگم از این کار دست بردارید نه نه شبان نمیفهمه این درست اینه من کاری که فکر میکنم درسته رو بعد انجام بدم و ما برخلاف و به ضد اراده خدا میشیم چون چیزی که ما ته دلمون میخوایم با اون فرق میکنه خب پس من میخوام دعوت کنم همونجور که داریم وارد این متن میشیم به دلمون نگاه کنیم و تفتیش کنیم هدف من گفتن یک موزه جالب نیست هدف من تفتیش و تغییر ماست که از خود من توی این جستجو و جو و متن شروع میشه پس به دلهامون نگاه کنیم کجاها واقعا جواب من به نظر منطقی میومده ولی دلم نخواسته با خدا و با کلیسای او همراه بشم حوصله ندارم نمیخوام اگه بخوام حرف فلان خادم گوش بدم این چیزی رو بعد از دست بدم ولش کن که چی بشه نه و یه جاهایی به نظر حرفای منطقی زدیم ولی خودمون میدونیم ته دلمون که منطقی نیست پس میخوام از این تفتیش شروع بکنیم با هم بریم جلو همان مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند شنید بلکه خواهند گفت یهوه بر تو ظاهر نشده است ما قبول نداریم ما باور نمیکنیم خدا میگه باش اگه،, اگه, واقعا فکر میکنه که باور نمیکنه من این مشکل حل میکنم پس خداوند به وی گفت آن چیست در دست تو خب حالا قبل از اینکه برسم یه خورده این, رو، این بخش رو با هم باز بکنیم میخوام راجع به این یه مقداری چند دقیقی با هم صحبت بکنیم قبل از اینکه خدا این سوال از موسی بکنه توی ادامه باب سه خدا به موسی میگه چی نعلین یا کفش های خودت رو در بیار بر زمین مقدسی است موسی کفشاش رو در میاره به اصطلاح امروزی نه؟ پا به میره ولی خالی خالی نیست دستش چوب دستیش دستشه چوب دستی برای یک شخصی که شبان بود به چه معنی بود به چه کاری می اومد؟ یه ای اینو باز کنیم بعد میرم یه خود وارد جزیاتش میشم براتون جالب بد باشه کارهای عمومی که چوب دستی میکردم تا که گفتم یک مقدار حمایت به وزن بدن بود درسته سر این چوب دستی گایقات یک نیم حلقه وجود داشت که با این وقتی که گوسفندان از راه به در میشدن اینطوری مینداختن دور گردنش می آوردنش این بر. نه اینا رو هدایت میکردن خب پس با این چوب دستی کار هدایت رو داشتن و بعد از اون ور وقتی که حیوانات وحشی حمله میکردن چکار میکردن از این برای دفاع از خودشون استفاده میکردن این چوب دستی در واقع یه جورایی هویت شغلی یک شخص بود کسی که اینو داشت و حالا با یه شکل و شمایل خاصی که تعریف کردم اون وقت میشد بگیم که این شخص در نقش شبانی الان داره عمل میکنه خب و این مهمه چون این هویت یه بخش از هویت اصلی موسی است موسی سالهاست گله داری کرده خب و حالا خدا میاد از او یه سوال میکنه خدا میگه در دست خود چی داری؟ من جای موسا دادم گفتم یکی یکی همه چیز هم داره ازم میگیره اول کفشامو و حالا چوب دستی رو دیگه چی در دستم نیست که بدم خدا من خدا صحبت جالبی میکنه بعد میگره بهش میگه موسا در دست تو چه داری؟ یه چیز اینجا اشاره کنم جالب میشه بعدا که جلو میریم زمینی که موسا روشه مقدس خب اینو, اینو داشته باشید همش برگردم برم پس موسا برمیگرده چی میگه؟ موسا برمیگرده میگه که این چوب دستی که در دستان منه یک اساس و یک چوب دستی شبانه نه میگه اون یک اساس چرا خدا از موسی میپرسه چی تو دستت من خدا نمیدونه تو دست موسا چیه یا موسی آدم گیجیه و حواسش نیست که چی رو تو دستش نگه داشته نه صحبتی که خدا میکنه دلیل اینکه این, این سوال میکنه اینه که موسا به من بگو تا این لحظه ای که روبروی من ایستادی اینی که تو دستت چیه چون از این لحظه به بعد این دیگه اون نخواهد بود ولی اول بگو که این چیه که مطمئن باشی میدونی چیه چون بعدش قرار یه اتفاق دیگه ای بیفته نه پس موسا با اعتراف اینکه این اساس نه فقط میگه من این چوب دستی رو به عنوان اصای شبانی تا این لحظه میشناسم بلکه در کنارش داره چی میگه که من یک شبان هستم اعتراف هویت میکنه نه حالا با وجودی که رو در آورده تو زمین مقدس ولی با نقش خودش رفته در حضور خدا با نقش شبانی خودش رفته در حضور خدا نه خب پس خدا ازش میپرسه و موسی جواب میده چوب دستی که سمبل نقش شبانی اوست نقشی که خدا نمیخواد از موسی بگیره بلکه میخواد متحول بکنه و میخوام یه مقدار وارد این بحث بشیم ولی قبل که جدا جلو برم میخوام یک سپرسشی بکنم امروز اسای من و شما چیه اون چیزی که من و شما بهش تکیه میکنیم اون چیزی که من و شما ازش برای محافظت استفاده میکنیم اون چیزی که نقش هویتی من و شماست چیه پرسیم از خودمون من امروز اصا ممکنه نداشته باشم تو دستم ولی چه چی چیزایی هستن که تبدیل به اصاهای من شدن در زندگی آیا رابطه دوستی ما دوست من شده اصا و همه چیزم و هویتم آیا بچه من شده اسای دست من و اوست که در واقع همه چیز منه و من تکیه اصلیم بروست نه ما اصطلاح فارسی داریم دیگه نه میگه اسای دست بچه درسته؟ آیا شبان کلیسا اینطوری شده؟ شبان کلیسا شده تکیگاه من و همه چیز من شبانه نه خدا؟ امروز اسایی که من و شما تو دستمون داریم چیه؟ چون همه ما یه اسایی رو ممکنه داشته باشیم من, من تا اینجایی میرم که بگم من حتما چند تا دارم این یکیشه ولی چند تا دیگه هم دارم ببینیم اساهامون چیه چون خدا از ما میپرسه و امروز شاید در این موعظه داره از ما میپرسه اون چیزی که بهش تکیه کردی و هویت تو شده چیه موسی جواب میده موسی میگه این اساست و بعد خدا بهش در ادامه چی میگه گفت در آیه سه. آن را چیکار کن محکمتر بگیر اصای خودت رو موسی این اسایی رو که در واقع بهش افتخار میکنی و سمبل نقش توست این اصها رو بیان دیگه اصها نداری فعلا. نقش هویت جایگاه شبانیت رو رها کن من میخوام به یه چیزی یاد بدم ولی تا زمانی که اساس و موسا رها نکنه اتفاقی نخواهد افتاد تا زمانی که من و شما دوستی هامون ازدواجمون پدر و مادرمون بچه هامون ثروتمون هر چیزمون مهمتر از اون چیزی که خدا ما رو بهش خوانده ما هرگز به شناخت عمیقتر نخواهیم رسید حاضرید پیدا کنید اساهای ما چیست و بعد هر کدوم این اساها رو بندازیم یا نه اصلا نمیشه من با این بدون این اسا چیکار کنم برای یک چوپان برای شبان این اصا گفتم کارهای مختلف میکنن حالا به یکی دیگه از اون کارهای جالب جلوتر میرسم ولی بدون این اصا نمیتونه هیچ کاری بکنه فلج میشه نه؟ امروز چقدر منو شما آماده برای این کار من نمیخوام بشنویم بگیم آره اون هست خیلی خوب بعد میریم دنبال زندگیمون نه میخوام از اینجا که رفتیم بیرون فکر کنیم این اصایی که من باید بندازم چیه من میخوام بندازم این اصار. یکی از دلایلی که ما تو شناخت خدا روش نمی کنیم اینه که اسامون رو محکم چسبیدین من رها نمی کنم نقشم ها همینه که هست خداوند هر کاری میخوای بکنی با همین اصلای تو دستم بکن وارد حضور شناخت خدا در آینده که برای ما داره نخواهیم شد تا این اصلا رو رها نکنیم من فعلا سراغ اصلای نمیرم بعدا کلام اجازه میده برم سراغش ولی بهش فکر کنید خدا با موسی میگه که نشانه خدمت گله و شبانی خودت رو الان میخوام رها کنی به این معنی که دیگر شبان گله یترون پدرزن خودت نخواهی بود این نقش رو میخوام ازت بگیرم و موسی بدون اینکه کلامی بگین رو رها میکنه خیلی سریع باز میخوام یادآوری کنم در زمین مقدسه و چون آن را به زمین انداخت ماری گردید. حالا فکر کنید این اصلا که من انداختم زمین تبدیل به مار بشه چند نفرتون توی این اتاق میمونید؟ هیچ واسه پس من چی بگم اگه همه میرید؟ <laughs> خیلی خیلی جالب نمیشه کاروین تو <gálfintor> میاد اینجا اگه مار باشه؟ <applause> شما هم پس نمیبینید موسا میبینه که اصا و چوب دستی و هویت و سمبل شبانیش تبدیل به مار میشه هر آنچه که فکر کردم هستم حالا تبدیل به اون چیزی میشه که ازش وحشت دارم اصایی که نشان دهنده قدرته به خاطر که محکمه و شما میتونی بهش تکیه بکنی میگن اسایی که س... از بالا به پایینه و نشان دهنده اقتدار و سیستم اقتداری که از خداست به زمین حالا تبدیل به ماری میشه که استخونی نداره و همینجوری خیلی در واقع میتونه حرکت بکنه نه شب آه... کج و راست بشه در بدن خودش تا حالا فکر کردید چرا خدا رو تبدیل به مار کرد مگه مار دشمن قوم خدا نیست جالب که خب پس چرا او مثلا بعضی از وقت بعضی وقتا ما میریم یه جایی یه فیلم میبینیم یه خوابی میبینیم یه حرفی میشنویم بعد توش ماره بعد میگیم او پس این حتما از شیطانه شاید ولی اینجا که از شیطان نیست قبول داری اینجا خداست که رو تبدیل میکنه پس قبل از اینکه سریع بریم بگیم زمین مقدس موسای مقدس خوانده شده اسای چوپانی از توی اینا چجوری مار در اومد از اون فضا و از اون قضاوت آنی بیایم بیرون سر کنیم راه های خدا رو در بلا فاصله تفسیر کلامی سری نکنیم ازش یه چیز منفی در بیاریم خدا داره یه نقشه‌ای داره یه هدفی داره حالا به این هدف چه چقدر زیباست تو این کاری که داره میکنه ولی سریع سراغ تحلیلای کلمه ای نریم او مار اومد همش از شیطان شد نه هیچ ربطی نداره خدا یه جای اجازه میده مار بیاد حتی تو با قدن هم اجازه میده مار بیاد اجازه میده مار اسای موسا سمبل قوت و آرامشش تبدیل به مار بشه چرا پلنگ نشه چرا شیر نشه اسای من شیر میشد من جای موسا بودم خیلی خوشحال میشدم نه دلم گرم میشد خدا گفته برو پیش موسا یک شیری هم کنار منه مار تو میخوای من با فرانس آکن بعد اصلا من مار میشه خیلی نمیدونم چیکار میخوای این ماره بکنه یه اجده یه چیز عجیب غریب و ترس خرسی چیزی اما خدا تا انتخاب میکنه اصلا موسا رو تبدیل به مار بکنه من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم تا اینجایی که ما داریم اینو میخونیم موسا هنوز تو داستان پیدایش نیست چون یادتون باشه موسا بعدا تورات رو مینویسه الان فقط ملاقاتش با خداست پس اینکه از چقدر از در واقع جایگاه مار توی نقش خلقت خبر داره احتمالا تا این جای کار چیز زیادی نیست اگر هم هست از گفته های دهان به دهان نسل ها و نسل ها بوده که به نظر نمیاد خیلی محکم باشه نه چون حتی با قوم خودش هم نیست از اونجا هم اومده بیرون درسته بنابراین درکی که موسا داره از این مار یه درکی متفاوت از درک ادن. نه اینکه ما باید با رو نادیده بگیریم من سراغ با قدم میرم ولی موسا الان تو ذهنش از دیدن این ما رو با قدن نیست تا جایی که میشه فهمید نه حالا چی هست بریم جلوتر ببینیم چی هست میشه خود فهمید از بقیه متن و موسا از نزدش گریخت رفت مثل خیلی از شما که میرید اگر این مار بشه موسا هم تا ما رو میبینه میره خودش رو دور میکنه چرا؟ یادتون باشه موسا شبانه توی بیابون زیاد بوده خوب میدونه که مار یکی از اون خطرهاییه که برای گله وجود داره مارهایی هستند که در سوراخهای سنگ ها پنهان میشن و زهر و یه دفعه از یکی از این سوراخها بیرون میان و معمولا صورت یک گوسفند رو میزدن با زدن صورتش در واقع میگن که مجرای تنفسی گوسفندان بسته میشد به خاطر تورم و بعد فشار خون بالا میرفت و این به زودی از پا در میومد موسا خیلی خوب میدونه که مار موجود لطیف و نرم و ظریفی نیست باید ازش ترسید و باید ازش دوری کرد و باید مراقبش بود احتمال میدن الایادانان که این ماری که خدا تبدیل میکنه یک مار سمیه چون از روی شکل مار میتونید بفهمید که سمیه یا نیست حالا من تخصص مارشناسی ندارم ولی فکر میکنم میگن اونا که سرشون سه گوشه احتمالا زهر داره. حالا ولی موسی خودش عقب میکشه موسی که با مار آشناس خودش عقب میکشه به این معنی که میدونه این مار خطرناکه درسته کسی که با مارها سر و کار داره خودش عقب میکشه خیلی جالبه برای اینکه من وارد این بشم که در واقع یکی از سمبول‌های های این چوب دستی چیه و برم سراغ مضمون معروف 23 یه چند دقیقه با من صبور باشید بریم تو این متن خیلی صحبت جالبیه یکی از چالش‌های های مزمور 23 اینه که میگه سفره نزد دشمنانم برای من میگسترانی و بعد سر مرا به, به روغن تطهین کرده کاسه‌هایم هایم لبریز شدن نه؟ چرا نزد دشمنانم سفره میگسترانی داوود میگه حالا این صحبت جالبیه سفره که داوود داره ازش صحبت میکنه به عنوان یک شبان مرتعهایی است که وجود داره نزد این مرتعها ها خدا یک سفره و برکتی براش فراهم کرده ولی در این برکتی که وجود داره مارها هم در این طبیعت وجود دارند. خب سفره یکی تو برای من تهیه کردی ولی لاش بعضی جاها مارها هم هستن حیوانات وحشی هم هستن نه تو این سفره رو نزد اونها برای من قرار دادی حالا بریم سر اینکه در واقع نقش این چوب دستی چیه بعد برمیگردم این متن کامل میکنم این چوب دستی رو که میبینید یکی از کارهایی که شبانان باش میکردن میدین چیه میرفتند قبل از اینکه گله رو ببرن توی مرتع میرفتن تو اون مرتعه سوراخهای ما رو پیدا میکردن بعد این چوب دستی رو میکردن توی اون سوراخ و روغن میریختن روی سر چوب دستی این روغن میرفت از, توی... از روی چوب دستی توی سوراخ و سر میشد پس ماره نمیتونست از این بیاد بالا پس کاری که با چوب دستیش میکرد یکی از کارهایی که شبان میکرد این بود که تک تک سراخهای ما رو به روغن پر رو کنه. و بعد یه مقدار از این روغن رو میگن روی بدن یا سر گوسفندان میزد برای اینکه اگر باز خواست مار نیش بزنه خیلی نتونه فرو ببره و سر بخوره اینکه میگه روغن مرا به روغن تطهین کرده ای سر مرا میگن از اونجا میاد از اون جایگاه نقش شبانی میاد که تو منو به ضد مارها و دشمنانم که به من آسیب میزنن محافظت میکنی علاوه بر اینکه روغن برای خنک کردن و آرامش شخص و حیوان هم به کار میرفت پس کاری که چوب دستیه میکرد از یک نظر مقابله با مارها بود حالا چوب دستی که قراره به مقابله با مارها بره خودش چی شده؟ مار شده حالا وحشت موسا رو درک میکنی؟ اون چیزی که من باش میخواستم مار بگوشم مار شده فکر کنید اون چیزی که شما باهاش استفاده میکنید حالتون رو خوب کنید توی ایمانتون بمورید، اون تبدیل به مار بشه به هم میریزید دیگه نه؟ این چیزی که مدرسه استفاده می خودش سمبل شیطانی شد و آسیب زننده است و اونجاست که ما به هم می‌ریزیم از نظر باوری و اعتقاد داری. و اینجا دلیل وحشت در واقع موسا رو میشه تا یه حدی درک کرد اما به اینجا ختم نمیشه داستان مار. چرا خدا این رو تبدیل به مار میکنه توی فرهنگ مصری مصریان خداهای مختلفی داشتن یکی از این خداها البته چندین خدای مار داشتن بذارید اینجوری بگم یکی از این خداهای مار که مار کبرا بود که نیش داره همجور که میدونید ماری بود که پادشاهان مصری به عنوان نشانه حاکمیت روی سرشون میذاشتن یادتونه این در واقع نمادی که داشتن مصریان فراعنه مصر یک مار روی اون بود اون ماره کبراست و این نشان دهنده اقتدار و قدرت پادشاهی مصر و فرعون بود حالا داره باز میشه نه چرا خدا مار رو انتخاب میکنه یکی دیگه از سمبل های مار یا یکی دیگه از خدایان مار در مصر کار شفا بود چون مارا پوست میندازن و تازه میشن سمبل تا سلامتی تازه شدن و شفاست که بعدا این سمبل وارد فرهنگ یونانی میشه و یونانیان این رو استفاده میکنن برای یکی از خداهای خودشون که خدای سلامتی است و اون خدای سلامتی بعدا میشه سمبل بغرات که در واقع یک چوب دستی است با دو مار دو طرفش خب پس این هم از همون داستان مصر میاد یواش یواش وقتی بهش نگاه میکنیم یه چیز دیگه هم واسه اون بعدا بهتون بگم که جذاب باشه وقتی میریم سراغ خود خود فرعون ولی فعلا تا اینجا بدونید که این چوب دستی که مار شده سمبل فرعون است که قراره با تمام حکومتش به ضد موسی و خدای موسی بیسته موسا وحشت داشت به سراغ فرعون بره نه خدا میگه الان دهلش میکنم بذار نشون بدم من سمبل یا خدای فرعون رو به نزد تو میارم و تبدیل به مار میکنم اولا تو دیگه شبان نیستی دو و من قراره که با خدای فرعون و مصر در بیافتی پس بذارید نشون بدم چطور به تو قدرت میدم پس خداوند به موسی گفت بعد از اینکه مار شده دست خود را دراز کن و دمش را بگیر اگه مار زهردار باشه میگن گرفتن دم مار یکی از خطرناک ترین کارهایی که شما میتونید بکنید چون وقتی که بلندش میکنید سری میتونه به چرخ شما رو نش بزنه خدا تاکید میکنه نمیگه ماره رو بگیر میگه ماره رو از دومش بگیر میبینه این ماره ترسناک رو دستت رو دراز کن دستت رو نه چوب دستی که نداری چون میدونید که کسانی که مار میگیرن یک چوب دستی دارن دومه ما رو میگیرن با چوب دستی گردن ما رو دور نگه میدارن که بعد جاویجاش کنن یا بعد دستشونو بذارن ببندن دهنش و بگیرنش موسا چوب دستی نداره خدا فکر همه چیز کرده چوب دستیش رو گرفته مار شده و حالا بهش میگه از دومش بگیر چند نفر از شما اگه این مار بشه میاد دومش رو می فقط الکی هم شده بگید آره ما میاد وزمون خوب نیست اشکال نداره مار واقعی بود نگیرید ولی مارهایی رو که جلوی شما و خدا ایستادن بگیرید اون مهمتره پس خدا به موسی گفت دست خود را دراز کن و دمش رو بگیر موسی راهی نداره چوب دستی که نداره دمپایی هم نداره پرت کنه تو سرش اول بیفته زمین ما ایرانیا هر وقت یه حشره یه چیزی می‌بینیم اول دمپایی پرد می‌کردیم سرش بعد که ناک اوت شد بعد بدنزیمش بیرون هیچی نداره پس دست خود را دراز کرده آن را بگرفت که در دستش اصا شد موسا میگه من آماده نیستم فکر نمی کنم. نمیشه ولی وقتی پاش میفته دم مار رو میگیره حالا توی پیدایش وقتی ما میریم اینو موسی باش اش آشنا نیست ولی ما از, الان داریم عقب نگاه میکنیم توی پیدایش اول که خدا میاد تراغ داستان پیدایش جهان چه شکلیه میگه جهان به هم ریخته توهی بایر و تاریک درسته پیدایش با یک آیه یک با آیه دو میگه بایر و تاریکه آیه یک اول میگه در واقع جهان هست با هم به نگاهی بهش بکنید پیدایش با یک آیات یک و دو چون این مقدار از بحث ما میخوام اونجا نگه دارم در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید آیه دو زمین بی شکل و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت خب جهان به هم ریخته است تاریک بایره خدا میاد در جهان توی آیات بعد آیه سه به بعد چیکار میکنه به جهان آشفته نظم میده دریا رو آب آبهای زیر زمین از آبهای بالای زمین جدا میکنه درسته میگه برای زم... برای در واقع آبها مرز میذاره که وارد خشکی‌ها نشن درسته زمین رو با درجات دقیق بعدا تو عیوب میگه ما خورشید رو با درجات دقیق تنظیم میکنه خب پس خدا کیاس و آشفتگی رو تبدیل به نظم میکنه و بعد از اینکه نظم بخشه چیکار میکنه آدم و هوا رو میذاره توش همه چی سر جاشه مار میاد سمبل به هم ریختن گناه و آشفتگی دوباره این بار نه بر روی زمین بلکه در حاکمیت آدم و هوا و چیکار میکنه نظم و قانون خدا رو با فریبش میشکنه در زندگی انسان و انسان بعد از اون تحت تاثیر گناه چی میشه زندگی آشفته و به هم ریخته پیدا میکنه از یک نظر دانان بر این باورن که مار سمبل آشفتگی به هم ریختن و خراب کردنه از اون طرف که خدا سمبل نظم و ترتیب و قرار هست نه؟ حالا به این فکر کنید موسا میاد این ماری رو که سمبل آشفتگی است در مصر سمبل ظلم بر ابرانیان سمبل کنترل و به بردگی گرفتن اونهاست خدای اونهاست به نحوی درسته میگه بیا و دست تو بذار و این دومش رو بگیر و یک دفعه سمبل آشفتگی و خرابی و تباهی تبدیل میشه به چی؟ اصا سمبل نظم شبانی و قرار موسا با ایمان خودش با گرفتن دم عامل به هم ریختگی و آشفتگی مهار میکنه و قرار و نظم رو میاره یادمون باشه این فقط تمرین و درکی است برای موسا تا وقتی میخواد بره سراغ فرعون و قوم رو بیاره بدون چجوری به این قوم آشفت نظم بده درسته؟ پس دوباره میخوام برگردم به خودمون فکر کنیم اون چیزی که من فکر کردم که عامل تکیه منه و اونو انداختم و الان اون چیزی که میبینم در مقابل من داره آشفتگی ایجاد میکنه تو زندگی من داره به هم میریزه نظم خدا رو داره قانون خدا قانون کلیسا قانون چارچوبی که خدا به من داده قانون خانواده رو به هم میریزه آیا من ازش میترسم و تبعیت میکنم یا میرم سراغش با ایمان میگیرمش و کنترلش میکنم و به نظم تو زندگیم تبدیلش میکنم کدوم یکی از اینا انتخاب ماست چون اگر به این انتخاب نرسیم نمیتونیم رو به رو بشیم و تبدیل کنیم فرار خواهیم کرد انکار خواهیم کرد خودمون رو میزنیم به بیراهه مشکلی نیست کسی منو اذیت نمیکنه خرابی تو زندگی من نیست آشفتگی نیست موسی تو دلش میدونه توی مصر آشفتگی هست از همون جوانی که مدو شد مصر رو بکشه میدونه قوم عبرانیان تو آشفتگی و به هم ریختگی هستن پس اونجا تسلیم نمیشه وقتی خدا میخوندش میگه من برای ایجاد نظم و قرار به قومم این کار رو میکنم و این سمبل رو عوض میکنم پس دست خود را دراز کرده آن را بگرفت که در دستش اصار شد. خروج بابه چهار هستیمارت یک تا هفت. مار بلافاصله تبدیل به اصا میشه. بلافاصله. به نظر میاد ماره. ولی وقتی نزدیکش بشید و به اقتدار سراغش برید بلافاصله شکلش عوض میشه. چرا که در دستان اراده خداست برای شما که خدا شما رو خوانده به این نظم مخشیدن خب پس خدا به موسی چی داره میگه موسا برتری تو بر خدایان مصری و فرعون قطعی. من به تو نشون دادم که تو میتونی بر ماری که ازش میترسی و سمبول اونهاست پیروز بشی چون به خوبی موسا میدونست که مار سمبل که سمبل خدایان فرعون هست نه؟ سمبل آشفتگی قوم ابرانیان خود فرعون و تصمیماتشون بود نه؟ بردگیری بود که داشتن میکردن پس خدا به موسی برتری خودش رو برتری خدای ابرانیان رو نشون میده حالا موسی بتونه با قدرت بره جلو تا آنکه آیه پنج باور کنند که یهوه خدای پدرانشان خدای ابراهیم خدای اسحاق خدای یعقوب به تو ظاهر شد امروز من و شما آیا به این باور رسیدیم که خدای ما میتونه مارها و های خطر و آشفتگی رو تو زندگی ما کنترل بکنه یا میترسیم به خاطر اینکه فکر میکنیم هیچ کسی نمیتونه اونو کنترل بکنه هیچ کسی نمیتونه همسر من فرزند من پدر و مادر من دوست من رو که انقدر قدرت و کنترل داره میدونم برجا جا منو میزنه ولی هست کنترل بکنه پس هی ادامه میدیم توی این مشکلات نه قرار نیست که یک مسیحی خارج از اراده و قرار و چارچوب خدا عمل بکنه قرار یک مسیحی مثل موسی بره و تبدیل کنه آشفتگی رو به نظم اگه هنوز چوب دستیاتون تو دستتون رهاش کنید چون از اینجا شروع میشه و خدا خداوند گرباره وی را گفت دستان خود را یا دست خود را در گریبان خود بگذار چون دست به گریبان خود برد و آن را بیرون آورد اینک دست او مثل برف مبروس شد پس گفت دست خود را باز به گریبان خود بگذار و چون دست به گریبان خود باز برد و آن را بیرون آورد اینک مثل سایر بدنش باز آمده فکر میکنید چرا این اتفاق میافته؟ موسا خدایان مصر مار سمبل شفا نیست منم که شفا میدم منم که سمبل قدرت مطلقم اون ده بلایی که میاد بر قوم اسرائیل قوم بر فرعون میگن حداقل تعداد بالایش حالا بین پنج تا نوش بحثه خدایان مصر بود که دونه دونه اینا رو خدا میشکنه و نشون میده به فرعون نه فقط که من خدای ابرانیان هستم بلکه اگر من خدایان تو رو شکست میدم من خدای تمام مصر هستم بهش فکر کردی؟ آمین خدا خدای فقط ما مسیحیانی که میریم سراغش نیست بلکه داره با موجزات خوب گوش کنید با معجزاتی که تو زندگی من اشغال میکنه به جهان میگه او خدایی است که در کنترل همه چیزه آمین فکر نکنیم شهادت ها مال ماست بذاریم تو جیبمون بگید چه شهادت خوبی ها مال من و خدا چقدر عزیزم من برای خدا عزیز هستی خیلی عزیز ولی این نشانه است برای اینکه تمام جهان بدونن که عیسی خداوند نه برای اینکه فقط ما بدونیم ما که میدونیم اگر کسی شک داره مطمئنا خدا بهش نشون میده امیدوارم شک نداشته باشه نگا اینجوری ولی هم داریم اشکال نداره خدا به شک ها هم جواب میده پس خدا میگه من بر تک تک این خدایانی که شما بهش دل بستید کنترل کامل دارم بریم جلو توی خروج قطع آخری که میخوایم بهش نگاه بکنیم باب هفت آیات هفت و دوسته. و موسا هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله. کیا اینجا هشتاد سال به بالا دارن؟ یه نفر؟ از لحاظ سن فکری منظورش بود. <applause> دیگه نبود؟ فکر میکنید اگه هشتاد سالتون بود آماده یه خدمت جدید بودید؟ جد؟ <applause> فکر نمی کنم. ما ایرانیا به پنجا که میرسیم تموم شد دیگه زندگی تموم شد که همه عمرم رو کردم همه عمرم بدبختی و مصیبت بود تموم شد پنجا سالتونه نه دیگه تموم شد بابا حداقل آدم تا هشتاد سالگی ما میکنن نه دیگه بعدش مریضی و بدبختی و تنهایی دیگه فایده نداره خدا میتونه ما رو در هشتاد نوت ست سالگی بخونه آمین ما خدا را محدود نمی کنیم. ما قراره به خداوند لب بیک بگیم قرار نیست برای خداوند حد و مرز تعیین کنیم اوست که حد و مرز تعیین میکنه اوست که در پیدایش حد و مرز تعیین کرد نه ما جاهامون رو بدونیم با خدا قاطی نکنیم ما قراره بریم موسی هشتاد برادرش هشتاد و سه ساله فرعون چند سال داشت اینا بچه های موسی بچه فرعونه دیگه وقتی که به پس میگه و موسی هشتاد ساله و هارون سه سال داشت وقتی که به فرعون سخن گفتن پس حالا آره من ای خود دوباره جلوتر رفتم که به متن اصلی برسم پس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت چون فرعون شما را خطاب کرده گوید معجزه ای برای خود ظاهر کنید آنگاه به هارون بگو اسای خود را بگیر چی میگه به هارون بگو اسای خود را بگیر و آن را پیش روی فرعون انداز من نمیندازم و روی پیش روی فرعون انداز چرا پیش روی فرعون این گوشه میندازم دیگه ناراحت میشه فرعون دعوا میکنه پادشاه تمام مصر میزنه ما رو با خاک یکسان میکنه بذار همین گوشه بندازم نه تو به اقتدار خوانده شدی تو خوانده شدی بری به فرعون بگی فرعون خدای تو و تو نزد خدای ابرانیان یهوه هیچ قدرتی نداره نمیتونیم زندگی مسیحی کنیم با قایم موشک بازی و ترس و فرار یه مسیحی که همش قایم میشه ایمانش قایمه هیچ وقتی جا خبری ازش نیست شاید باید تجدید نظر کنه ما قرار مستقیم اعلام کنیم خدایی خداوندمون عیسی رو با ترس نمیشه باید به جنگ آنکه خدا ما رو خوانده بفرست بریم با شجاعت پس پیش روی او بنداز تا اجده ها یا مار بزرگی بشود. در پیش خودش میگه خب این موسی هارونه اینا با سبک ما آشنان اینا جادوهای ما رو بلدن یاد گرفتن و حالا اساس تبدیل به مار شده خدای ما ولی چرا خدای ما میخواد به ضد ما عمل کنه <laughs> چرا خدای ما میخواد برده ها رو از دست ما در بیاره هم، یه چیزی اینجا کار نمیکنه پس چه کار میکنه آنگاه موسی و هارون نزد فرعون رفتن و آنچه خداوند فرموده بود کردند و هارون اصای خود را پیش روی فرعون و پیش روی ملازمانش انداخت و اجتها شد یعنی یک مار بزرگ شد حالا فکر کردید که شاید مثلا یه وقتی برید یه معجزه بکنید توی معجزه شما یه چیزی رو مار بکنید <applause> و بیشتر مسیا میگن مار بکنی من که مار نمیکنم من مثلا فقط روحانی فرشته فقط نه خدا کاراش عجیبه ما قانون برای خدا نذاریم کار خدا رو جلو ببریم چارچوبای ذهنیمون رو نکنیم توی کارهای خدا میگه اجده ها شد و فرعون نیز حکیمان و جادوگران طلبید و ساهران مصر هم به افسونهای خود چنین کردند چون بهتون گفتم برای فرعون چیز عجیبی نیست که اصایی مار بشه جادوگران خودش هم این کارها رو میکردن پس حالا رقابت بین خدایان و ساهران هم به افسونهای خود چنین کردن هر یک اصای خود را انداختن و اجده شد ولی اصای هارون اصاهای ایشان را بلید حالا اینجا جالب میشه چرا؟ ببینید توی داستان و افسانه مصری یه خدای ماری هست گفتم چند تین خدا دارن که سمبلش ماره اگه درست بتونم بگم نهبکار مار افسانه ای بود که در فرهنگ مصر هفت مار کبرا رو بلعیده بود و پس از اون که اینا رو بلعیده بود مسئون شده بود از جادو آتش و آب واسه همین یکی از خداهای مهمشون بود حالا اصای هارون دقیقا همون کارو میکنه تمام مارهایی رو که شما به وجود آوردید میبلعه که شما بفهمید خدای مار شما قویتر و برتر نیست بلکه خدای عبرانی میتونه همون کاری رو که مار شما کرده انجام بده و از اون بزرگتر سمبل تمام خداهای شما رو در جا از بین ببره ما نمیدونیم چند تا بودن ولی میگه ساهران احتمال داره بیشتر از تا باشن ممکن کمتر باشن ولی این سمبل مار شما در واقع خدای عظیم شما در کنترل شکسته میشه به این دلیل که این اتفاق بلعیدنی میفته به این دلیل که اصلا مار اصلا موسا به مار میشه چون جنگ بین خدای ابرانی و خدای مصری هست و خدا داره کنترل و قدرت خودش رو بر این خداها نشون میده امروز خیلی از ما خداهای خودمون رو داریم تو آمریکا ده سال پیش دوازده سال پیش میگفتن خداهای مختلفی وجود داره خدای اول فکر میکنید چه خداهایی باشن ها ترتیبش رو درست یادم نیست فکر میکنید خود... یکی از خداهای سه تا خدای برتر آمریکا چی باشه دلار و پول بله پول یه خداست دیگه پاور قدرت که اونو توی پول یا یه چیز دیگه میبینه رفاه فکر میکنم اون جزء چهارم پنجمیاش بود جان سلبریتی یا شهرت بله و زیبایی خداهای امریکا اون موقع الان دیگه فکر میکنم خیلی از اینا از بین رفته یه چیز عجیبتری تری جاش اومده فکر کنم حکمت و علم هم جزشون بود که دیگه الان اصلا مهم نیست تو این جهان هر بی حکمت تر باشید بعضی و بیشتر از شما خوشتون خوششون میاد تو فضا مجازی پس اتفاقی که ما شاهد هستیم اینه که خدا تک تک ما رو خوانده تا ما اول از همه از اون هویتی که توش گره خوردیم بیرون بیاد اون هویت میتونه سمبال شیناساهای ما باشه بعد از اینکه اینو رها میکنیم قراره با آنکه خدا به ضد قوم خودش میبینه بجنگیم امروز ممکنه جنگ من و شما برای من خود شخصیم نباشه ممکنه من قراره برای کلیسای مسیح برای جامعه مسیحیان بیستم در مقابل خداهای غیر باید آماده باشید برای روبرو شدن با این ماری که سمبل خداهای این جهانه اون زمان ماره امروز با کدوم یکی از این خداها ما میتونیم بجنگیم و چطور میتونیم بجنگیم این حکمت خدا رو میخواد که چطور میتونیم با این آشو... با این با این خداهای این جهان که کس... کارشون نظم بخشیدن نیست بلکه کارشون به هم ریختنه با اینا چطوری میتونیم بجنگیم توی کار مشاوره وقتی ما به مغز آدم نگاه میکنیم مغز انسانها وقتی مسترب میشن میدونید چی میشه بخش‌های های مختلف مغز شروع میشه به فعال، فعالیت پیدا کردن ولی بخش منطقی مغز خاموش میشه و بعد افکار افراد میره همه جا این چی؟ اگه این نشد چی؟ اگه اون شد چی؟ و فکر یه دفعه چی میشه؟ پراکنده میشه آشفته میشه امروز من و شما استراب داریم کدوم خدای جهان امروز آمده در زندگی ما داره آشفتگی ایجاد میکنه و ما بهش تن در چون خدای کتاب مقدس کارش این نیست از پیدایش تا به ابدیت الان که دیگه وارد جای دیگه میشم ما نظم بخشیدن رو میبینیم در خداوند نه به هم رو جمع کردن و مرتب کردن رو میبینیم قرار ما به این سمت بریم قرار از آشفتگی و به هم که میتونیم کنترلش بکنیم به کنترل در بیاریم و از اونجا بتونیم بریم به سراغ نظم بخشیدن مثل خداوند چون خداوند در ما کار میکنه خدا بر تاریکی ها و سحن های بایر نمیخواد ما قرار بگیریم بلکه میخواد ما این سحن ها رو تبدیل کنیم ما این مادار قرار نیست فقط یه جای باصفا پیدا کنیم بشینیم قرار بریم توی آشفتگی ها و سهم های بایر و اونجا رو تبدیل کنیم موسی قرار نبود بره توی چمنزار بشینه با گوسفنداش قرار بود بیاد و سهم های بایر قوم خودش رو تبدیل کنه امروز اگه من و شما خودمون اونجا نمیبینیم میخوام تشویق کنم از خدا بپرسیم خداوند من قرار کجا برم آیا قرار خدایان زندگی خودم رو از پادر بیارم خدایانی که تو زندگی من دارن خدایی میکنم به جای تو یا برای قوم تو بایستم. به هر حال یه جایی هستیم اینجوری نیست که هیچی نیست و هیچ کاری قرار نیست بکنه توی اول قرنتیان 14 زیرا که زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامتی چنان که در همه کلیساهای مقدسان نمیگه در کلیسای مقدسانی که من میرم توش منظورم کلیسای قرنتیانه در همه کلیساهای مقدسان کار خدا اینه که ما رو به نظم بخشیدن خونده فکر کنیم تو چه هیتهایی ما داریم تحت تاثیر این خدایان غیر آشفته می کنیم و به هم می زنیم. هر چی به ما میگن اینجوری مرتب کنید خودمون فکر میکنیم بعد اینجوری کلام خدا میگه مرتب کنیم هی hey میگیم نه من میخوام بیشتر به هم بریزم من میخوام کاری که میخوام بکنم من میخوام اینجا رو قاطیش بکنم هرچی چی قاطی کنیم بیشتر آسیب میاد بیشتر استراب میاد چون استراب از آشفتگی میاد نظم که میاد آرامش میاد خالومایی ای که اینجا هستید که بیشتر از احتمالاً ما آقایون به نظم مخشیدن خونتون وقت میدید وقتی خونتون به هم ریخته است احساس استراب و به هم ریختگی میکنی؟ نه؟ مهمون میخواد بیاد؟ باید مرتب باشه چون باید فضای آرامش باشه نه نه فضای به هم ریختگی ما خونده شدیم به نظم بخشیدن و مهار آشوب این خدمت ماست عیسی مسیح چی کار میکنه من فکر میکنم از این باور شخصی من روش سنگینی وزن الهیاتی ندارم ولی من فکر میکنم هیچ جای کتاب مقدس نیست که ما بتونیم تفسیر درستی ازش داشته باشیم اگر به عیسی مسیح نگاه نکنیم من فکر میکنم لنز اصلی تفسیر کلام خدا عیسی مسیحه بله فنون تفسیر زیادن خیلی هم خوبه منم سعی میکنم ازشون استفاده کنم ولی فن اصلی تفسیر اینه که در عیسی مسیح چطوری ما اینو درک بکنیم عیسی مسیح چیکار میکنه گناه که وارد جهان میشه آشفتگی به وجود میاره رابطه زن و شوهر رو به هم میزنه رابطه انسان رو با خدا به هم میزنه مسیح میاد چی کار میکنه از طریق کار خودش رو صلیب میاد اون آشفتگی رو چیکار میکنه نظم میده رابطه ما رو با خدا تصحیح میکنه مرگ رو و مجازاتش رو بر میداره ما رو در خودش جمع میکنه نظم میبخشه کلیسا رو در خودش که سره مرتب میکنه کار خدا این, جمله یه ای خود سخته ولی بله بذارید اینجوری, اینجوری بگم خدا حاکم بر آشفتگی و نظمه اما ارادش نیکویی و نظمه امروز من و شما خوانده شدیم در عیسی مسیح همونطور که در مسیح تمام آشفتگی ها و آثار گناه که آشفتگی جمع شده و نظم بخشیده شده ما خوانده شدیم مثل عیسی مسیح همین کار رو بکنیم صلح یعنی چی یعنی آرامش و نظم و چارچوب و اینکه همه تو شرایط خوبی هستن نه مسیح اومده صلح بیاره فکر کنید این سمبولایی که گفتم که خدا با خدای مصر میجنگه سمبل شفا در مار برای فرعون خدای فرعونه و سمبل قدرت ما اینا رو در خود مسیح میبینیم مسیح کسی که شفا میده قدرتش میگن تو این قدرت رو از کجا یافتی این قدرت که سمبل از بالا به پایینه در این اصا من این قدرت را از پدر یافتم مسیح سمبول اقتدار و شفا و نظمه و امروز من و شما خونده شدیم که توی این مسیر بریم جلو. ولی این مسیر یک چهارچوبی داره اول وقتی به خروج نگاه میکنیم اول خداست بعد خدا کیو قرار میده؟ موسا را اصای موسا نیست خود موسا است بعد از خود موسا کیو قرار میده؟ هارون را نظم وجود داره زمانی که هارون از موسان نمیشنوه چه اتفاقی میفته گساله طلایی به وجود میاد فکر نکنید من اقتدار دارم کاری رو بکنم که تحت تاثیر شبانین شبان ربطی نداره خودم میدونم چیه نه به محض اینکه خدا کلیت ما رو به کلیسای محلی بخشیده اگر ما خارج از اقتدار شبانی که خدا این ترتیب رو قرار داده عمل کنیم کاری که داریم میکنیم میتونه مثل هارون بشه نه که نیتمون بده ها ولی حکمتی رو که خدا بخشیده نمیتونیم بگیریم کار شبانی اینه که بره به حضور خدا کلام و معرفت رو بگیره و به قومش بده به کلیساش بده پس از اون نظم و ترتیب بیرون نیاین این نظم و ترتیب چهارچوب داره من که جلوی شما واسطادم سعیم همیشه این بوده که هر کاری که میخوام بکنم اول با شبانی کلیسا در میون بذارم چون من خارج از شبانی کلیسا نمیتونم هر کاری دلم میخواد بکنم خدا یه چارچوبی رو قرار داده بر با هم دعا کنیم ای خداوند خدای قدوس اعتراف میکنیم نه فقط تحت تاثیر شاید برخی خدایان امروز در جهان امروز آشفتگی رو در زندگی های خودمون پذیرفتیم بلکه خیلی وقتها عامل این آشفتگی در جهان شدیم عامل آشوب شدیم عامل بردگی شدیم حتی از لحاظ روحانی فکر کردیم داریم برکت میدیم ولی تهدید کردیم ترسوندیم و آسیب زدیم خداوندا ما رو دور کن از اطاعت چنین خدایانی ما رو دور کن از هر چیزی که در ما آشفتگی بی نظمی و به هم رو پدید میاره به ما قوت بده امروز از دوم تمام این ترسها و خداهای ترسناک رو بگیریم و به قوت نام عیسی مسیح تمام این آشفتگی و عوامل آشفتگی رو برای نظم و اقتدار تو تبدیل کنیم تو ما رو خواندی که اینطور باشیم در جهان نه اینکه همش درگیر خودمون باشیم بلکه بیایم و برای قوم تو بیستیم بیایم برای نیازمندان بیستیم بیایم اون جایی که شیطان به هم ریخته اون جایی که دروغ ها به هم ریختن وارد بشیم و تبدیل کنیم نه به قوت خودمون بلکه به خواندگی تو تو که ما رو خواندی تو که موسی ها رو خواندی تو که ما رو در کلیسا قرار دادی تا سلامتی، صلح و شادی رو در جهان موعظه کنیم. شادی خبر خوش انجیل رو که نظم میاره، که جهان رو تعریف میکنه. حکمت تو که توضیح میده این جهان چه شکلیه و کجا قراره بره. خداوند رو کمک کن. از تو فرا گرفته امروز به خاندگی بریم برای مهار این خداها و آشوبها در زندگی خودمون در زندگی کلیسا و در زندگی اون گروه هایی که ما رو برای اونها خوندیم. ما اعتراف میکنیم که احتیاج به قوت تو داریم ما اعتراف میکنیم که احتیاج به افرادی داریم که کنار ما قرار بگیرن مثل هارون ما اعتراف میکنیم احتیاج داریم که تو خیلی وقتها خدمت ما رو چه به معجزه و به چه تغییر قلب ها تبدیل بکنی؟ ولی قبل از این که حتی نشانه ها رو ببینیم مثل موسا لبک لبک ای خدا را. لبک برای خدمتی که ما رو خوندی چون این جهان خانده شده تا به خدمت کلیسای تو نظم آرامش و خبر خوش انجیل تو رو بشنوه پس لبک برای خدمتی که ما رو خوندی امروز هر نقشی رو که انقدر برامون عزیز شده هر چیزی رو که برامون اسای چوب دستی و تکیه گاه شده میاندازیم شاید فکر میکنیم اینا چوب دستی سالمی هستند ولی این چوب دستی ها جای تو رو گرفتن تکیه ما شدن زندگی ما شدند ما اینا رو میندازیم شاید در باطن اینا همش مقابله و رقابت با توست پس رها میکنیم رها میکنیم تا هویتشون بر ما فاش بشه تا همونطور که مسیح جان تو گفتی و در داستان موسی میبینیم نه این بار شبان یک گله یا سیاد ماهی ها باشیم بلکه تا این بار خداوند شبان قوم تو خوانده شده برای نجات جان انسان ها امروز ما به این پیغام لبیخ میگیم چون کلیسای تو هستیم بدن تو که ما تو رو تو ما رو به این خدمت خواندی پس به نام زیبای تو عیسی مسیح در قوت روح تو که ما رو برای این خدمت مجهز میکنه و در اراده تو پدر که به این منظور ما رو از ازل انتخاب کردی با گذاری دعا میکنیم آمین وقت <تصحنت> عزیز